از طرفی در قرآن افزوده هایی به داستان آدم اضافه شده که پر از تناقض هست. دوم این که خدا به فرشته ها گفت سجده کنید، خب اونها هم سجده کردند به جز شیطان. آخه شیطان که فرشته نبود، اگه فرشته بود که او هم سجده می کرد. شیطان من الجن، شیطان از اجنه هست. قرآن میگه خدا از فرشته ها خواست که سجده کنند، همه سجده کردن به جز ابلیس. مثل این میمونه که من بگم مدیر مدرسه از همه ی دانش آموزان خواست که توی صف بیستند، همه ایستادند به جز معاون مدرسه. معاون حرف مدیر مدرسه رو گوش نداد. خب معاون مدرسه که جز به دانش آموزان نیست. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بزرگواران، به شبی با شبه 78 خوش اومدید. وقتی آدم میخواد از کتاب یه نفری ایراد بگیره، خوبه که اولا زبان نویسندش رو بدونه و بفهمه، به علاوه با ادبیات رایج اون زبان هم آشنایی داشته باشه. تویی که نمیدونی تضمن چیه، تقلیب چیه، استثنای منقطع چیه، آخه با چه روی میای ایراد میگیری تا خودت رو رسوا و ضایع کنی؟ عزیزان من، ابلیس جنسش از فرشتگان نیست، از جنه. درست طبق آیه 50 سوره کهف که زئوس به اشتباه زده آیه 5، خب اشتباه تایپی بوده و مهم نیست، اما همین ابلیس حدود 6000 سال خدا رو مشتی و با تمام وجود عبادت میکرد و به خاطر همین در جوار فرشتگان قرار گرفته بود. از کجا میگم اینو؟ امام صادق علیه السلام میفرمایند ابلیس از جن بود ولی همراه فرشتگان بود، آنچنان که آنها فکر میکردن از جنس آنان است به خاطر عبادت و قربش نسبت به پروردگار، ولی خدا میدانست از آنها نیست. هنگامی که فرمان سجود صادر شد، آنچه میدانیم تحقق یافت، یعنی مثلا پرده کنار رفت و ماهیت ابلیس آشکار گردید. حالا ابلیس یه دونه در بین تعداد زیادی فرشته قرار گرفته. در زبان عربی اینجا اگه خطابی به جنبیادات و سایر زبان هم همینطوره، همه رو شامل میشه ولی اینکه یک چند نفر معدود از جنس جمع نباشن. مثال بزنم، جارچی میاد داد میزنه آی دروازه ها را به روی میهمانان پادشاه باز کنید، خب همه افرادی که میهمانن میان داخل، اون دو سه تا خر و اسب هم که همراه این جماعتن هم را میدن دیگه، باید اونا که میهمان پادشاه نیستن که، ولی میگن آقا اینا همشون با همه، آقا یه دو سه تا خر بقیه همه میهمانن. این میشه چی؟ تقلیب بزرگوار. یه مثال دیگه، رفتی کارخونه یا از پشت میکروفون اعلام میکنن همه پرسنل فوراً منطقه رو تخلیه کنن، تو هم از اونجا خارج میشی با اینکه تو از کارکنان اونجا نیستی، برو بر وای نمیسی نگاه کنی طرف رو، آقا بشو بر بیرون دیگه، همه منظورم، حالا تو یه دونه اینجا دیگه من نمیتونم، و به علاوه آقای فلانی. این دیگه کاراییه که واقعا خنده داره دیگه. یه مثال دیگه که جواب مثال بی ربط زئوسه، آقا تو رو به عنوان دانش آموز برتر، خیلی درس خون بودی، خیلی آدم مؤدبی بودی، مقامت بالاتر از دانش آموزای دیگه بود، خیلی سطحت بالاتر بود، میبرن تو دفتر معلم ها، میگن با اینا بشین، تو حیفی، تو با بقیه فرق داری، تو باید چی؟ به جای که بری تو حیات زنگ تفریح پاشو بیا توی دفتر معلم ها، مدت ها تو به جای حیات میری کجا؟ دفتر. حالا اگه یه روزی خادم مدرسه صدا بزنه معلمان محترم تشریف بیارید صبحانه، تشریف بیارید افطاری، تشریف بیارید نهار، هرچی، شما سر جات میشینی و نمیای؟ نه اتفاقا اگه کارو کنی بهت میگن پاشو با تو هم هستیم، درسته تو معلم نیستی و دانش آموزی، اما الان تو در مقام معلما قرار داری، لذا خطاب به تو هم میخوره. حالا مثال زئوس رو ببینید، تو حیات مدرسه مدیر به دانش آموزه میگه تو صف بایستید، همه وایستادن به جز معاون. آخه معاون مگه همنشین و همرتبه دانش آموزا بوده؟ این چه وضعش؟ آخه چه مثالیه که داری میزنی؟ اینی که میگم وقتی نمیدونی اصلا داستان چی بوده، ابلیس کی بوده، کجا بوده، بعد بیا ایراد میگیری انگار مثلا ابلیس تو مریخ بوده، فرشته ها تو زمین. عزیزان خود ابلیس چی برمیگرده میگه؟ میگه به من چه؟ مگه به من گفتی سجده کن؟ به فرشته ها گفتی؟ آره اینجوری میگه. میگه نه سجده نمی کنم چون من از آتش آفریدی و انسان رو از خاک. بعدش هم تو آیه 12 سوره اعراف خداوند میفرمایند قال ما منعک الا تسجد اذ امرتک، در آن هنگام که به تو فرمان دادم چه چیز تو را مانع شد که سجده کنی؟ یعنی خدا به ابلیس هم دستور داده بابا اگه قرآن میخونه همه رو با هم بخون،
یا آتئیستا اغلب همینن. وقتی میخوان از قرآن ایراد بگیرن، این کتاب رو میذارن جلوشون و هر چی به عقل ناقصشون میاد رو یه جور تناقض میپندارن. آخه آدم منصف خوبه طرف قبلش مثلا بره ببینه اون آیه مقدماتش چیه، شأن نزولش چیه، اون کلمه رو اگه من نفهمیدم برم یه از پیامبرش بپرسم، از امامش بپرسم، یه اشکالی میزد یه عالمی بپرسم، شاید من بد فهمیدم. میگه نه، همین که ما میگیم درسته. هر نظری هم اگه پیامبر و امام معصوم ذیل اون آیه داده باشه تا شما دوچار کج فهمی نشی، میگه نه داری ماله میکشی، داری توجیه میکنی. ببین اینا کلا مرغشون یه پا داره. ببین قرآن باید تناقض داشته باشه، همینی که ما میگیم. عزیزان اگه قرآن بدون معلم برای ما کافی بود، خود قرآن نمیفرمود که پیامبر تو یعلمهم الکتاب و الحکمه هستی، تو باید به اینها کتاب رو تعلیم بدی، حد و حدودش رو تعیین کنی، تبیینگر این قرآن تو، یه رسول ما. لذا اینا مصداق افراد بیماردلی هستند که آیه 7 سوره آل عمران خوب جوابشون رو داده که میفرماید اینا متشابهات قرآن رو هر جور دلشون بخواد تفسیر میکنن و به قرآن بست میکنن. ضمناً این الا در این آیه که خوندیم استثنای منقطعه. بذار چیزی یاد بگیریم، یعنی وقتی میخوایم یه چیزی رو از یه تعدادی چیز دیگه که هم جنس هم نیستن جدا کنیم، از این مدل استثنا استفاده میکنیم. یه مثال بزنم، مثلا یه وقت داریم جا عن القوم الا زیدا، قوم و طایفه نزد من اومدن به جز زید. زید اسم طرف ها، نه به معنی دوست دختر. اینجا استثنا متصله، متصل. چرا؟ چون زید جزء اون طایفه است دیگه، همه اومدن به جز زید که اونم جزء اون قوم و طایفه بود. اما یه وقت میگیم انتم و آبا اکم الاقدمون فانهم عدو ولی الا رب العالمین، آیه 76 و 77 سوره ابراهیم، شما و پدران گذشتتون اینها دشمنان من هستن مگر پروردگار. خدا که جزء ما آدما نیست، از سنخ بشر نیست. اینجا بهش میگن استثنای منقطع، این اون طرف جنسش از اونیست. مثلا میگه جا عن القوم الا همارا، قوم اومدن جز خره. بابا خب خره که جز اون قومه نیست. میگه ببین خب بخاطرم از جنس اونا نیست، جزو اونا بوده ولی از جنس اونها، از جنس بنی بشر نبوده. این تو عربی کاملا واضحه. یا همین آیه فسجد الملائکه و کلهم اجمعون الا ابلیس، بله اینجا الایی که میبینید چیه؟ استثنای منقطعه. هرچند اگه دقت کرده باشید بزرگواران، همین ایراد رو که زئوس گرفته و البته هزاران اشکال و ابهام دیگه که در کتب روایی ما فراوان موجوده، جوابش هم از 1400 سال پیش ملحدین و زنادقه اشکال میگرفتن و امام به اونها پاسخ میدادن. بید مطالعه بکنید دیگه. اما خب اینا رفتن همون اشکالات رو دوباره بیان میکنن به شکل جدید، خیلی هم پوز میدن و مخاطب از همه جا بیخبر فکر میکنه امثال این زئوس آتئیست چقدر اهل دقت و علم و نکته سنجی هستن و بالاخره تونستن دین رو به چالش بکشونن. اورا شما بزرگواران، شما هم همینطور، قبل از پذیرش حرف این جماعت خواهشم یه مقدار تأمل کنید و یه سرچم بزنید، بد نیست، در فنای حق باشید.